به نام خداوند پاک درود و سلام بر تک تک شما دوستای عزیز در هر کجایی که هستین از خداوند پاک آرزومند هستم که همه شما دارای صحت کامل باشین و خداوند پاک شما را از تمام آفتهای زمین و آسمان در حفظ امان خود داشته باشه همیشه در زندگیتان خوش و خوشحال و سر حال باشین امرای تمام اعضای خانواده هایتان با این آرزومندی که همه شما خوش و خوشحال هستین دوستای عزیز برنامه امروزی مالگرا آغازگر می شویم در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه کباب داشی سینه مرغ، روغن به قدر ضرورت، گوشت سینه مرغ نیم کیلو، آرد ترمیده به قدر ضرورت، آرد سخاری به قدر ضرورت، پنیر مازیریلا 50 گرم، تخم مرغ 2 عدد، مرچ تازه 2 عدد، سیر 2 دندانه، بادنجان رومی 3 عدد، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت. بسیار ساده و آسان اما بسیار مزه‌دار و پرکیف که البته من بار اول سینما بر شما دوستای عزیز آماده میکنم. خب اینجا سینه مرغ است که ایره قبلا شستیم آماده است. ایره کمک نازک میکنم از قسمت وسط. به خاطر از اینکه زود پخته و نرم شود. و شما میفهمین که گوشت سینه مرغ بسیار زود پز است، زود پخته میشه و زود نرم میشه. خب کوشش کنین وقتی که گوشت سینه مرغ از هم جدا میکنین دستتان کمک به فشار بالاش بگیرین و احتیاط کنین که امرای کار دستتان اوگار نکنین. دیدین که نازک شد؟ خب شما اگر میخواستین میتونین که از او کده زیادتر را میره نازک بسازین. خب ظرف دیگر میگیریم. اینجا 2 عدد تخم مرغ است. ایره به ظرف کلانتر اضافه میکنیم. ایره مخلوط میکنیم. تخمه با هم خوب مخلوط کنیم تا سفیدی و زردیش مکمل یکی شود. پیش از اینکه دیگه کارها را انجام بدیم کروی را بالای منقل مگذار یک مقدار روغندش اضافه میکنم چون مقدار زیر گفته نمیتونیم به خاطر زی که ایره بریان میکنیم باید مقدار روغن زیادتر باشه و یقین کامل داشته باشین وقتی که سینه مرغ پخته میکنین هر چقدر روغن زیاد باشه چی کباب پخته میکنین چی قورمه پخته کنین پکوره هیچ وقت این گوشت سینه مرغ یه خوبی داره که روغن به خود جذب نمیکنه و دوستایی که کوشش میکنن که روغن نخورن فقط همیشه سینه مرغ پخته کنین و به هر چقدر روغن که باشه هیچ وقت سینه مرغ گوشت روغن به خود جذب نمیکنه. خب 3 عدد بنجرومی است با یک دیگ خردتری نمیمونم چند غیر حرارت میتونم که پوستش نرم شود. و این 3 عدد بنجور میره تا بین دیگ میمونم که پوستش نرم شد. دو تا ظرف میگیرم. اینجا یک مقدار آرد سخاری است و اینجا هم یک مقدار آرد ترمیده. خب کم زردچوبه امرای هارد تر میده مخلوط میکنم. به خاطر که کم رنگش تغییر کنه.
بسیار ساده و آسان، بسیار غذای مزه‌دار. امین سینای مرغ که قبلا نازک کردیم ایره بهار تر میده خوب میزنم. بعد نیره به تخم مرغ اضافه میکنم. بعدن به آرد سخاری. و خانمایی که خانه که برنامه دلخواه خدا همیشه تعقیب کردن و دیدن ببینید که ما از گوشت سینه مرغ انواع مختلف کباب و سالن بر شما آماده کردیم. یه بر روغن اضافه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دانه دومیشم رو آرد تر میده مخلوط میکنم. خوب کوشش کنیم که امرای آرد سخاری چهار اطراف زیره مکمل به آرد سخاری بزنیم. سه توته را در بین زی انداختیم. گنجایش دیگه نداره. اینا را آماده میکنیم اینجا. خب اینجا چند دقیقه میگذارم. اینایی را کم بخیم پشت روی میکنم بود. ظرف دیگری میگیرم بخاطر از اینکه از کرایی بکشم بغنش بگذارم. خب بیبان باقی موندارم امرای آرد تر میده مخلوط میکنم. ببینید که چقدر ساده اما بسیار خوب و مزدار پرکیف و انشالله ایره که شما یک برک در خانه امتحان کنین خوشتان میایه. خب بانجرمی فکر میکنم پوستش نرم شده ارارت منقل خاموش میسازم. ایره یک ظرف دیگه میکشم. یک چند دقیقه میمونم که سر شود. تا دیگه کباب میکشیم. ببینین چقدر با یک رنگ مقبول طلایی سرخ شده. توی سرخ میشه مثل حدد بانجو میره که قبلا جوش داده بودم ایره پوستش جدا میکنم. پیش از اینکه دانه سیمی بانجو رو میره پوست کنم ارارت منقل خاموش میکنم. بانجرمی سیمی رو پوست میکنم. به خاطر که گوشت سینی مرغ همیشه در خانه پخته کرده باشین و نوشجان کرده باشین بازم متوجه هستین مغزش یک قسم خشک می باشه. کوشش کنین کمک لوهاب امراش آماده کنین چند دقیقه امرای لوهاب بیره بانین تا همو حالت خشکی که داره از بین بره. ریزه میکنم. پیش از اینکه دانه سیمی رو ریزه کنم کرایی دیگه رو بالای منقل میگذارم.
به اندازه 3 قاشق نان خوری. روغن دوای نسی اضافه میکنم. سه قاشق روغن میکنین کف کرایی چرب میشه. به خاطر از اینکه آب پنجرمی بیرون نریزه. اینجا دو عدد سیر است. ایره از تراشه میکشیم. می‌بینیم که سیر به یک رنگ که بسیار کمه طلایی شد. بعد از اون بنجوری میره اضافه میکنیم. یک قاشق چای خوری مرچ سیادش اضافه میکنم. با یک قاشق نمک. بعد اگه شما دوست دارین میتونین نمک شه اضافه تر بندازین. بونجور میردین امرای سیر چند دقیقه بروغن ماندیم. حرارت منقله خاموش میکنم. یک از ظرف دیگر میگیرم. یک مقدار ایلو ها برک درست کردیم. در کف دیگ مندازم. گوشت سینی مرغ که در روغن بریان کده میره بهش میچینه. باقی مونده لو در روی زی اضافه میکنم. دیدین که چقدر متفاوت است نسبت به بعضی کبابای دیگه که بر شما آماده کردیم. پنجاه گرم پنیر مرزیلا است. ایرم از تراشه میکشم. کوشش کنید که به احتیاط کار کنید که خدای نخواسته دستتان را گار نکنید. داشته چالان کردیم. میره برای چند دقیقه که مدود در بینید. خب بیره یک چند دقیقه که مدود در بین داشت میمونیم تا یه دم بخوره. سینه مرغ به داشت موندیم دم خورده و ایره میکشیم. حرارت داشت خاموش میکنم.
خب پنیره که در رویش اضافه کرده بودیم، پنیر همش آو شده و یک رنگی بسیار مقبوله بخواد گرفته. خدا کنه که مورد پسند شما دوستای عزیز هم قرار بگیره و شما هم بتونید در خانه‌هایتون آماده